سر خط خبرها. آدم‌های بزرگ مثل ایشون در طول تاریخ به این کره خاکی میان که پیام رو به خودشون میدن. خوشا به حال اون کسانی که این پیام رو دریافت میکنن. بدرقه از تهران تا طوس، پیکر محمدرضا شجریان برای خاک سپاری به مشهد منتقل شد. حضور دوستداران شجریان در بهشت زهرا، نیروهای امنیتی مانع تجمع شدند. واکنش تهران به تحریم 18 بانک ایرانی، ظریف آمریکا را به قطع کانال‌های مالی برای خرید غذا و دارو متهم کرد. و پادمیانی روسیه برای آتش بس در قره‌باغ، وزیران خارجه ارمنستان و آذربایجان به مسکو رفتند. سلام، عصر جمعتون بخیر. 18 مهر، 9 اکتبر. خوش آمدید به این بخش خبری از تلویزیون فارسی بی بی سی. من پریزاد نوبخت هستم. پیکر محمدرضا شجریان، استاد آواز ایران، بعد از برگزاری نماز میت در بهشت زهرای تهران به مشهد منتقل شد تا در طوس در آرامگاه فردوسی به خاک سپرده شود. خانواده آقای شجریان گفتند مراسم خاک سپاری فردا برگزار می شود. مراسم امروز با حضور گسترده نیروهای امنیتی و یگان ویژه برگزار شد و مردم هم اجازه پیدا نکردند که در مراسم حضور یابند. فرین آسمی گزارش می دهد. حالا تا اوتیشون دوستم احساس شبیه به اون موقعی دارم که در بارگاه مولانا هستم و بالا سر قبر مولانا هستم. صحبت‌های همایون شجریان در تشییع پیکر پدرش در بهشت زهرای تهران. اگر بخوام در یک جمله، چون توصیف نمیتونم بکنم، زمانش هم ندارم، اگر بخوام در یک جمله محمدرضا شجریان رو توصیف بکنم، اون همین هست که آدم‌های بزرگ مثل ایشون در طول تاریخ به این کره خاکی میان که پیام رو به خودشون میدن. خوشا به حال اون کسانی که این پیام رو دریافت میکنن. پیام محمدرضا شجریان واضح بود، با مردم بود و در کنارشان ماند. با وجود شیوع گسترده کرونا در ایران، خانواده ای آقای شجریان گفتند نمی‌خواهند برگزاری این مراسم موجب به خطر افتادن سلامتی مردم شود، اما همزمان هم نمی‌توانند به مردم بگویند در این مراسم شرکت نکنند. پیکرشون به مشهد از من بعد خارج شد و در آنجا قولی به ما داده شده که اینجا تشییع جنازه برای پدر برای عموم مرایت افسار کرونا راحت تر خواهد بود، بخاطر که در مشهد یا اوضاع سامان شدتر. اینجا هم ای کاش همه مردم حضور داشتن، ولی ستاد کرونا یا کسانی که در کار تسلیم میگیرن حالا به نوعی کارشون رو انجام میدن و ممانعت شده از حضور شد. مشکان شجریان این ویدیو را در اینستاگرامش منتشر کرده و نوشته که خانواده ی آقای شجریان در راه طوس هستند تا روز شنبه پیکر پدرشان را در کنار فردوسی به خاک بسپارند. آنچه در مراسم نماز بر پیکر محمدرضا شجریان مشهود بود، حضور گسترده نیروهای امنیتی و لباس شخصی بود، به ویژه در اطراف همایون شجریان. در مراسمی که اجازه حضور مردم را ندادند و تعداد کمی از دوستان و خانواده ی آقای شجریان به همراه تعدادی از خبرنگاران حاضر بودند. این هم حضور پرشمار نیروهای یگان ویژه. برای جلوگیری از حضور مردمی که آرام ترانه های آقای شجریان را زمزمه می کردند و برای بدرقه با او آمده بودند. مسدود کردن فرودگاه مشهد
به خاطر تشییع استاد شجریان. این ویدیو هم از حضور گسترده نیروهای امنیتی در مشهد به دست بی بی سی رسیده. هنوز مشخص نیست در مراسم خاکسپاری محمد رضا شجریان مردم می توانند حضور داشته باشند یا نه، اما تعدادی از آنها از حالا در آرامگاه فردوسی در طوس جمع شده و انتظار می کشند. فرین عاصمی، بی بی سی. فریدون شهبازیان، آهنگساز از تهران، روی خط تلفن با ماست. آقای شهبازیان، خوش آمدید به برنامه. آقای شجریان، چیزی که درباره‌اش گفته میشه اینه که باعث شد یک سری از دستگاه‌های موسیقی ایرانی در واقع زنده بشن و اونها رو الان مردم باهاشون اخت بگیرن و حتی بخوننشون. الو الو، ما صدای شما رو داریم آقای شهبازیان، بفرمایید. با تصویر داریم؟ نه، ما فقط صدای شما رو داریم آقای شهبازیان، ولی صدای شما رو الان دارن میشنون. خیلی، شما الان به صورت زنده وصل هستین و هر چیزی که بگین شنوندگان ما دارن میشنون. خب پس سوالتون رو بفرمایید. من پرسیدم از شما که یکی از مواردی که برای ماندگاری استاد شجریان مطرح میشه اینه که باعث شد یک سری از دستگاه‌های موسیقی ایرانی دوباره زنده بشن، دستگاهی که قبلا شاید خیلی کسی ازشون استفاده نمی‌کرد. این حرفی که شما دارید میزنید الان برگرفته از مسائلی هست که دیگر آهنگسازان عنوان کرده باشن. من میدونم که در تاریخ سرزمین ما به خصوص در عصر هنر به ویژه آواز در موسیقی ایران دیگر هنرمندی نظیر محمد رضا شجریان ما نخواهیم داشت. به این دلیل این افتخار بود برای ما که در زمان ایشون و در زمان هنررفعیشون زندگی کردیم و با ایشون بودیم، به خصوص من که از دهه 50 با ایشون کار میکردم. البته آقای شجریان به دلیل که تسلط کامل بر آواز ایرانی به خصوص ردیف موسیقی ایران داشتن و کسی بودن که هر جای اگر کسی مطلب نوعی داشت، ترانه نوعی داشت از در موسیقی ایران، ایشون میرفتن و استفاده میکردن از این مسائل. بله، تمام دستگاه های موسیقی ایران، همه آوازهای موسیقی ایران وسیله ایشون برای مردم کاملا شناسایی بود و مردم همه این آوازها رو میشنیدن، لذت میبردن و کسانی هم که در زمینه موسیقی فعالیت میکردن از این موارد استفاده میکردن. از نظر شما چه مشخصه هایی آقای شجریان داشتن که باعث میشه که او ماندگار بشه و حتی خیلی ها میگن که اصلا تکرار ناپذیره؟ طبیعتاً تکرار ناپذیره ایشون. از کردم آقای شجریان با صدا و ندای آسمانیشون واقعا زندگی میدادن به مردم و طبیعتاً نظیره ایشون در مملکت ما، در سرزمین ما شاید الان واقعا وجود نداره و ایشون منحصر به فرد بودن. من یادم میاد که در سالهایی که با هم کار میکردیم آثاری که من براشون نوشتم در دوران به اصطلاح حرفه‌ای ایشون در موسیقی که وارد این کار شده بودن به اجرا در آمد و بی استثنا همه اون آثار مورد اقبال مردم خوب سرزمین اون قرار گرفت و تحسین شد. به این دلیل ایشون جای برای خودشون، پایگاه برای خودشون دست با کردن که کمتر کسی میتونست به این پایگاه و جایگاه دست پیدا کنه. شما سالهای زیادی با آقای شجریان کار کردین، آیا خاطره ای از ایشون دارید که بتونید با ما و دوستداران ایشون در میان بگذارید؟ ولی در مورد خاطره اگر بخواییم بفرماییم، برای یک خواننده بزرگ در موسیقی ایران رفتن به استودیو با ارکستر همکاری کردن، احیانا کار رو یاد گرفتن و اجرا کردن، یکی از محسنات بزرگی که ایشون بهترین شکلش رو دارا بودن. یعنی آقای شجریان وقتی به استودیو می آمدن بی استثنا بدون حرف کاری که براشون ساخته شده بود یاد می گرفتن و به بهترین نحو ممکن اجرا می کردن. خاطرات خوبی که از ایشون من دارم اینه که هر کاری که براشون پیشنهاد کردن با کمال میل پذیرفتن، آمدن استودیو اجرا کردن و این برای من افتخار بزرگی بود و میتونم بگم که با
او و هنر بی‌بدیل او غمگین شدیم، گریستیم در هنرش، در بازدهی هنرش ادب آموختیم، انسانیت آموختیم و مثل او تسلیم نشدیم. همون کاری که او کرد تسلیم نشد، ما هم تسلیم نشدیم و به همراه او برای ایران ماندیم. متشکرم از شما فریدون شهبازیان، آهنگساز از تهران با ما. ممنونم. سروش مظفر مقدم خبرنگار از مشهد با ماست تا بیشتر درباره حال هوای این شهر صحبت بکنیم. آقای مظفر مقدم، خوش آمدید به برنامه. اگر میشه شما در سطح شهر بودید، اگر میشه اول برای ما از حال هوای این شهر بگید و مردم اونجا چه حال هوایی دارن. درود بر شما و شنوندگان و بینندگانتون در همه هر جای دنیا که هستن. من این سوگ رو، این ندبه رو تسلیت میگم به تمام ملت ایران، همه مردم ایران و دوستداران استاد محمد رضا شجریان. در حقیقت ایشون دیگه از قامت یک استاد آواز ایرانی بسیار فراتر رفته بود و بدل شده بود به یک چهره ملی، یک سرمایه ملی و خصوصا در دهه گذشته به یک مصلح اجتماعی. این علت استقبال بیبدیل و شگفت‌انگیز مردم از استاد شجریان بود، چه در زمان حیاتشون و چه زمانی که رخت به سرای باقی برکشیدن. اما در مورد مشهد، امروز من از ساعت حدود 10:30 صبح به وقت ایران در محل آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی بزرگ بودم. اونجا در واقع صدها نفر، یا بهتر بگم هزاران نفر از مردم رو، از هموطنانمون رو دیدم که از ساعت ابتدایی صبح، یعنی از ساعت 8 صبح به اون طرف، اینها در جلو درب آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی جمع بودن و باید بگم نمیدونید شما، از پیر و جوان، کودک و از همه طیف و قشر من افرادی رو دیدم، آدم ها بسیاری از جمله زنان و دختران اصطلاح شهر مشهد رو دیدم که اصطلاح اینها آمده بودن و حضور پیدا کرده بودن. از شهرستانهای مختلف استان خراسان، از شهرهای مختلف ایران، من از سیستان و بلوچستان افرادی رو دیدم، خانواده های افرادی که آمده بودن به عشق بازپسین، بدرود و ودا با استاد شجریان بزرگ. اینا همه منتظر بودن که پیکر استاد به آرامگاه بیاد و در مراسم خاکسپاری شرکت کنن. من تا ساعت‌های متمادی در انتظار بودن اینها. من تا ساعت حدود 4-4:30 بعد از ظهر که در محل آرامگاه بودم، دیدم که به اصطلاح خبری نشد و بعد به نوعی آمدن از بلندگوهای اونجا. یکی از این مقامات ارشاد استان آمد اعلام کرد که تشییع جنازه فردا صورت میگیره، خاکسپاری، ولی مردم حاضر به ترک مکان نبودن و حدودا دیگه از ساعت 5 به اون طرف کم کم مردم شروع کردن به متفرق شدن و ترک کردن مکان آرامگاه. بله آقای مظفر مقدم، چه هماهنگی هایی داره انجام میشه در توس برای برگزاری مراسم خاکسپاری؟ ببینید، در واقع عرضم به حضورتون که اینجور که خودشون گفتن، این مقامات محلی گفتن، این هستش که ظاهرا با خانواده استاد قرار بوده صحبت بکنن، گفتن ما جلسه قرار بگذاریم با خانواده استاد که در حقیقت ترتیباتی رو بدیم که به اصطلاح روز شنبه ایشون تدفین بشه اونجا. اما دو نکته خیلی مهم است، اینکه آیا مردم می توانند با رعایت پروتکل های بهداشتی در مراسم شرکت کنند یا نه. این مسئله بسیار مهم است. آرامگاه فردوسی، جهت اطلاع هموطنانم باید عرض بکنم، محوطه بسیار خوش ساخته و بسیار هم وسیعه، یعنی مردم می توانند با حفظ فاصله اجتماعی و با حفظ پروتکل های بهداشتی در محل آرامگاه بیان وارد بشن و همه بیان به پیکر استاد شجریان و به مزار استاد شجریان ادای احترام بکنن. ظاهرا چنین قصدی در کار نبود، چون من دیدم در تمام مدت در آرامگاه بسته بود. داخل آرامگاه به اصطلاح یه عده از خبرنگارا و اهالی رسانه های داخلی، در واقع از جمله صدا و سیما و رسانه های خود استان حضور داشتن. خب نیروهای پلیس و نیروهای امنیتی به وفور دیده می شدن، همینجور که شما در گزارشتون هم اشاره کردید، ولی از مردم نشانی نبود. مردم همه پشت درهای آرامگاه جمع شده بودن. این مسئله رو ما نمیدانیم که آیا اگر فردا قرار باشه پیکر استاد به خاک سپرده بشه، مردم میتوانند در به اصطلاح ادای احترام و بازپسین بدرود شرکت داشته باشن یا نه. ولی ظاهرا مقامات استان و مقامات محلی با خانواده استاد شجریان، از جمله با آقای همایون شجریان، در تماس بودن، یه سری هماهنگی های انجام شده، ولی هنوز همه چیز در حاله از ابهام قرار داره. یعنی ما نمیدانیم که فردا چه اتفاقی میفته و مردم چقدر میتونن در این بازپسین بدرود داشته باشن. متشکرم از شما، سروش مظفر مقدم خبرنگار از مشهد با ما. ممنونم ازتون.
چهرهای بین‌المللی هم به خبر درگذشت محمد رضا شجریان واکنش نشون دادند. مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درگذشت او را به مردم ایران تسلیت گفته و گفته که صدا و شجاعت او الهام بخش افراد زیادی بوده. خانم اورتگاس همینطور اقدام نیروهای امنیتی را برای متفرق کردن تجمع هواداران آقای شجریان مقابل بیمارستان جمع تهران محکوم کرده. مسعود بارزانی رئیس سابق اقلیم کردستان عراق آقای شجریان را اسطوره تکرار ناشدنی موسیقی خوانده و به خانواده و دوستداران او تسلیت گفته. در افغانستان هم عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی درگذشت استاد آواز ایران را تسلیت گفته. مراسمی هم امروز در کابل پایتخت برگزار شد. جزئیات بیشتر را از همکارم نسرین نوا بشنویم. جمعی از فرهنگیان، هنرمندان، نویسندگان و شاعران امشب در مرکز فرهنگی شهر کتاب کابل دور هم جمع شدند برای سوگواری مرگ محمد رضا شجریان، آوازی که در افغانستان محبوب و آشنا هست. اینجا امشب شمع افروزی کردن، هر طرف شمعی روشن شده به یاد شجریان و موسیقی، فقط موسیقی شجریان هست که امشب پخش میشه. قرار هست امشب اینجا این جمع با هم در مورد شخصیت شجریان و هنرش صحبت بکنن. اینجا استاد رضا محمدی شاعر و نویسنده کنار ما هستن و ما میخواییم بپرسم که دلیل محبوبیت صدای شجریان میان مردم افغانستان چه بوده؟ گفت که خسرو خنیاگران خراسان استاد آواز ایران پناه و انیس دل همه فارسی زبانان محمد رضا شجریان، نه فقط برای ما فارسی زبانان افغانستان که برای هر کسی که با زبان فارسی و ادب فارسی و شعر فارسی آشنایی و دلبستگی داشتم عزیز بوده، عزیز خواهد بود و عزیز خواهد ماند. فکر کنید چطور می شود شعر حافظ، شعر سعدی، شعر مولانا، مرگ و شعرهای بهار، مرگ و مرغ سحر که می خواند دوست داشت و آواز شجریان را دوست نداشت. باری در مجلسی گفته بودن که کشتی شکستگانی می باد شورته برخیز، یا کشتی نشستگانی می باد شورته برخیز. گفتن که ببینیم موسی شجریان کدامش خواندن. یعنی آوازی که تبدیل به عیار درست خواندن شعر مثالی فارسی شد. یاد و نام موسی شجریان همیشه در بین ما مثل هر فارسی زبان دیگری زنده و درخشان خواهد بود. چون که آقای محمدی گفتن زبان مشترک فارسی میان افغانستان و ایران یکی از دلایل محبوبیت آقای شجریان در افغانستان بوده، همینطور دنیای مهاجرت با جوانان افغانستان کاری کرده که با خاطره با صدای شجریان خاطره داشته باشن و امروز این صدا میان گروه خاصی از مردم افغانستان آشنا هست و محبوبیت خاص خودش رو داره. به همین دلیل در افغانستان به خصوص کابل واکنش هایی برای به خاطر مرگ آقای شجریان ایجاد شده. حضور همکارم نسرین نوا رو از کابل شنیدید. فقط اصلاح بکنم که نخجیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق بود که پیام تسلیت داده بود به مناسبت درگذشت استاد شجریان و او رو اسطوره تکرار ناشدنی موسیقی خوانده آقای بارزانی. اما وزیر خارجه ایران در واکنش به تازه ترین تحریم های آمریکا علیه بانک های ایران گفته که آمریکا می خواهد در میان بحران کرونا آخرین کانال های بانکی ایران را برای خرید غذا و دارو از بین ببرد. دیروز وزارت دارایی آمریکا 18 بانک ایرانی دیگر را تحریم کرد تا آخرین ارتباطات بانکی ایران را با جهان قطع کند. امروز محمد جواد ظریف وزیر خارجه برای سفری دو روزه به چین رفته، کشوری که مخالف تحریم‌های آمریکا است و سرگرم بررسی همکاری‌های گسترده اقتصادی با ایران است.
آرش حسنیا تحلیلگر اقتصادی از پراگ با ماست تا بیشتر در این باره صحبت کنیم. آقای حسنیا خوش اومدید به برنامه. آمریکا قبلا بانک مرکزی ایران رو تحریم کرده بود. اینکه الان این 18 بانک اضافه شدند به چه معناست و چقدر اینها در واقع بازیگر اصلی بودند برای اینکه معاملات مالی ایران رو انجام بدن؟ به هر حال هر تحریمی، هر اعمال تحریمی یا هر تشدید تحریمی از سوی آمریکا میتونه ریسک‌های مبادلاتی ایران رو افزایش بده، بار روانی در بازارهای داخلی و همینطور بار روانی بر تجارت خارجی ایران و اقتصاد ایران رو افزایش بده و همینطور با افزایش ریسک‌های مرتبط با مبادلات بانکی و تجاری در اقتصاد ایران هزینه‌های این مبادلات هم میتونه افزایش پیدا بکنه. اونطور که آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده و در اینستاگرام خودش نوشته، این بانک‌ها وظیفه انتقال مبادلات مالی برای خرید دارو و مواد غذایی رو هم بر عهده داشتند، اما مهمتر از اون این هست که اندک و محدود تجارت خارجی ایران میتوانسته تا پیش از این از طریق این بانک ها صورت بگیره. البته کماکان این که چه اتفاقی بعد از این برای این بانک ها و اساسا مبادلات بانکی ایران رقم خواهد خورد برمیگرده به این که آمریکا چقدر جدی باشه در این تشدید تحریمی که کرده و چقدر طرف های تجاری ایران و طرف های کاری این بانک ها در دیگر کشورهای جهان حاضر باشن که این ریسک رو بپذیرند، که این همکاری رو ادامه بدن یا اینکه این همکاری رو به طور کامل قطع بکنن. این تاثیراتش بر چقدر جدیه؟ به خاطر اینکه مقام‌های ایران خیلی ابراز نگرانی کردن، ولی از طرف دیگه هم بعضی‌هاشون سعی کردن که یه خورده بگن که این فقط جنگ روانیه، شاید برای اینکه جامعه رو نخوان خیلی بهش تنش بدن. فکر می‌کنید کدوم روایت درسته؟ واقعا بخشش جنگ روانیه یا اینکه واقعا برای معاملات دارو و غذا و خوراک مردم مشکل ساز میشیم؟ دقیقاً تصویری که شما ارائه می‌کنید تصویر درستی است. یعنی بنا به وظیفه‌ای که مقام‌های مسئول در دولت و دیگر به هر حال بخش‌های حاکمیت در ایران داشتند، موضع‌گیری‌های متفاوتی داشتند. افرادی مثل رئیس کل بانک مرکزی که وظیفه خودشون می‌دونند که با در واقع گفتارشون یا پیام‌هایی که به بازار ارائه می‌کنند بازار رو از التهاب دور نگه دارند، گفتند که تأثیری نداشته و در مقابل مقام‌های سیاسی مثل وزیر خارجه ایران تلاش کرده تا آثار انسانی و در واقع این وجه از این اثرگذاری رو برجسته بکنه که بتونه به عنوان یک برگ از اون استفاده بکنه. نکته مهم این هست که آقای همتی هفته گذشته زمانی که دلار به کانال 30,000 تومان هم وارد شده بود در یک پست اینستاگرامی توضیح داد که بخشی از این آثار روانی ناشی از مکانیسم ماشه و به هر حال بحث‌های سیاسی است که پیرامون تشدید تحریم‌ها رواج پیدا کرده. میشه متصور بود که از فردای کاری در هفته کاری، آغاز هفته کاری در ایران، این تصمیم آمریکا و تحریم این 18 بانک در بازار ارز، بازار سرمایه و بازار طلا اثرگذار باشه، اگرچه به این معنی نیست که تمامی مسیرها یا تمامی راه‌ها برای انجام مبادلات بانکی یا تبادلات تجاری ایران مسدود بشه. پیش از این هم از با استفاده از شبکه صرافها یا با استفاده از واسطه هایی که اضافه شدند به در واقع این انجام این مبادلات، این اتفاقات رقم خورده و ادامه پیدا کرده این مبادلات. اما باید توجه داشته باشیم که هر ریسکی که اضافه میشه هزینه هایی رو هم سربار اقتصاد ایران میکنه و در واقع در تحلیل هزینه و فایده ممکنه که فایده این مبادلات رو از بین ببره و دشوارتر بکنه. متشکرم از شما آرش حسنیا، تحلیلگر اقتصادی از پراگ با ما. ممنونم. درگیری‌ها بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان در منطقه قره‌باغ ادامه دارد. امروز وزیران خارجه دو کشور به دعوت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مسکو دیدار کردند. اما همزمان الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان گفته تا زمانی که ارمنستان قره‌باغ را سرزمین خود بداند با این کشور برای حل اختلاف وارد مذاکره نمی‌شود. طی دو هفته گذشته دست کم 400 نفر در درگیری‌های این منطقه کشته شدند و هزاران نفر آواره. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. ویرانه ای از یک زندگی، بوی خون و اشک‌هایی که راه به جایی نمی‌برند. توریان گولیوا
زن 63 ساله و آذری بود. همسایگانش میگویند به پناهگاه نرفته و میگفته آنها نمیتوانند به ما حمله کنند. این میتواند سرنوشت تلخ کسانی باشد که در نزدیکی این کلیسای تاریخی پناه گرفته بودند. مانند این زنان، ساکنان ارمنی تبار شهر استپانکرت، مرکز منطقه قره‌باغ که آذری‌ها به آن خانکندی میگویند. سه تا از پسرهام اون بیرون دارن میجنگن و من باید اینجا پناه بگیرم. اونا دارن به یک شهر بی‌طرف، به مردم بی‌طرف حمله میکنن و به خاطر همین ما الان باید اینجا باشیم. هر حمله، هر کشته، زخم کهنه این منطقه را عمیق‌تر می‌کند. ناگورنو-قره‌باغ روی نقشه جزئی از خاک آذربایجان است، اما اکثر جمعیتش ارمنی‌تبار هستند و در کنترل ارمنستان است. تنش در ناحیه ناگورنو-قره‌باغ زخمی 30 ساله است که دوباره سرباز کرده. با این تفاوت که این بار کشورهای دیگر وارد ماجرا شدند. روسیه و ترکیه. صدها کشته و هزاران آواره حاصل درگیری نظامی اخیر بوده. اما حالا تلاش‌های دیپلماتیک با میدانداری دیپلمات‌های فرانسه، امریکا و روسیه که ریاست گروه مینسک را به عهده دارند در جریان است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه می‌گوید با رئیس جمهوری آذربایجان و نخست وزیر ارمنستان گفتگوهای سازنده‌ای داشته و امیدوار است که طرح آتش بس در روزهای آینده ریخته شود. امروز هم مسکو میزبان وزیران خارجه دو طرف درگیر است. رویدادی که امید به برقراری آتش بس را بیشتر می‌کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه چهارشنبه 16 مهر در گفتگو با تلویزیون دولتی این کشور خواستار برقراری فوری آتش بس شد. آقای پوتین البته اعلام کرد که به پشتیبانی از ارمنستان ادامه خواهد داد. خشونت ها متاسفانه همچنان ادامه دارد، اما به داخل مرز ارمنستان کشیده نشده. ما به پیمان نظامی خود با ارمنستان پایبند خواهیم ماند. من با نخست وزیر ارمنستان در ارتباط هستم و این کشور هیچ تردیدی درباره تعهد ما به پیمان نظامی مشترک ندارد. وزارت دفاع ارمنستان میگوید همزمان با انجام مذاکرات صلح، درگیری در قره‌باغ پنجشنبه شب و امروز هم ادامه داشت. دولت آذربایجان هر گونه آتش‌بسی را مشروط به خروج ارمنستان از این منطقه کرده. ارمنستان اما میگوید به صورت تاریخی مالک این ناحیه است و حاضر نیست پا پس بکشد. این کشور مذاکره برای آتش‌بس را منوط به عدم دخالت ترکیه کرده. توریان 63 ساله در حالی دیگر زیبایی زندگی را نخواهد دید که سیاستمداران و نظامیان سرنوشت زندگی او و دیگر شهروندان این منطقه را رقم می‌زنند. و اندوه و خشم دیواری بین مردم دو کشور همسایه می‌کشد. شیدا هوشمندی، BBC. به پایان بخش خبری رسیدیم. ممنونم از اینکه با ما همراه هستید.